به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بیندگان عزیز سلام تقدیم می دارم. امیدوارم با صحت و سلامت و خانه های خود نشسته و پروگرام سی مرا تا آخر تماشا کنید. به ادامه پروگرام قبلی که ما در دو پروگرام قبلی درباره شخصیت ها صحبت کردم، پروگرام قبلی درباره چهار شخصیت ما صحبت کردم که فقط برتان از شخصیت مرضی هم گفتم و شخصیت سالم هم برتان گفتم و اینجا تنها نام میبرم که از شخصیت پرانوید یا شخصیت سسپشس یا شخصیتی که اعتماد به کس نداره و سرکلگی مزنون و مشکوک است، و دیگر شخصیت شزید یا شخصیت شرمندوب که علاقه به هیچ چیز نداره و در اجتماع اشتراک نمیکنه. دیگر شخصیت شیز تایپل یا اکسنتریک آیدیا داشت یا بیهیویر داشت، یعنی حرکات عجیب و غریب داشت، براتون تشریح کردم که همگی در طبقه بندی شخصیت کلستر ای می آمد و هم از شخصیت انتی سوشیال بر شما گفتم که شخصیت انتی سوشیال کسایی است مثلا که بندی میشن و یک شخصیت غیر اجتماعی است و با کشتار و اسلحه و با کارهای خراب همیشه اینا انوالو هستن یا اشغال هستن. خب این شخصیت آل در کلستر بی، انتی سوشیال هم در کلستر بی می آید و یک کتگوری DSM-5 سایکیاتریست. ببخشید که ما اگر این شخصیت ها رو به نام انگلیسی میگم به خاطر که در نام فارسی یا مخالطه میشه و نمیتونیم که ما خوب یار تفکیک کنیم، و علاوه به این اگر این شخصیت ها رو که ما میگم و کتگوری هایش هم میگم که یک پروگرام سی برای کارمندان سی هم باشه. خب از حوصله‌مندیتان تشکر. خب در قسمت کلاستر بی یکی از شخصیت انتی سوشال پرسنالیتی براتون گفتم و دیگه از شخصیت باردرلاین پرسنالیتی دیسوردر که امروز براتون تشریح میکنم و که چی است، هیستریونیک پرسنالیتی دیسوردر چی است براتون تشریح میکنم و همچنان نارسیستیک پرسنالیتی دیسوردر که چی است و این شخصیت ها چی است براتون تشریح میکنم. ما براتون گفتم که ده نوع شخصیت است، انسان ها مختلف است، شخصیت ها مختلف است و با هر شخصیت مختلف ما در زندگی در جامعه مواجه میشیم. خب حال شروع میکنم به شخصیت باردرلاین پرسونالیتی دیس آردر که این شخصیت قسم است که یک شخصیت سرعدی ولیست که مثل که اینمی سیاس یا سفید، اگر این سیاه نیست یا سفید نیست دیگر رای نداره، اینمی باید بلاک اند وایت تنکینگ است، یعنی فکر آدم ایست که فکر میکنه که اینمی سیاس یا سفید و غیره، یا اینمی اشخاصی که در دنیا وجود داره یا اشخاص یا گود است یا بد است، یعنی یا خوب است یا خراب است، و هیچ وقتی اشخاص در میانه مثلا اشخاص متوسط در نظر شخصیت باردرلاین پرسونالیتی دیسوردر وجود نداره و وقوعش در نفوس عمومی 1.6 تا 6% است و در این شخصیت خانما تقریبا 75% خانما این نوع شخصیت می داشته باشند، که من نمیگم که 75% خانما دارن، یعنی در زیادتر اگر مقایسه کنیم این شخصیت زیادتر در خانما وجود داره و در نظر به مردا، و اما در امریکا این شخصیت در زن و مرد مساوی است، در به صورت عمومی در زن ها بسیار است. خب امرای باردرلاین پرسونالیتی دیسوردر میتونه بعض مریضی های سایکیاتری هم باشه، مثلا میتونه امرایش دپریشن داشته باشه یا افسردگی داشته باشه، یا میتونه انکسایتی دیسوردر داشته باشه یا که یعنی بسیار تشویشی باشه. همراهی شخصیت میتونه که شخص سابق یک ضربه دیده باشه و همین شخصیت بسازه. همچنان ایتینگ دیسوردر که یک حالت است که کس میخوره و احساس گناه میکنه میتونه در این شخصیت دیده شوه. همچنان این شخصیت میتونه که سابستنس
ابیوز یا دواها ببخشید دواها خود نیست میتونه با مواد مخدر یک جا باشه. خب ما اعراض این شخصیت برتون میگم و چون که شما خودتان تشخیص کنین که بعضی ها همین شخصیت می داشته باشن. شخص که شخصیت borderline personality disorder داره بسیار شخص بی ثبات است، یعنی نمیدونه که زیاد با یک حالت قرار بگیره، مودش یا همین حالت فکریش تغییر میکنه، فلکچویت میکنه یا تغییر میکنه، همچنان در ارتباطات خود با دیگرا تغییر میکنه، یک دفعه یک نفر آدم خوب میدونه و دیگر دفعه آدم بد میدونه و آدم دوستی خود مسکلانه که تو شخص و در قسمت رویه و گفتار خود هم هیچ وقت این شخصیت به حالت ثبات قرار نداره. بسیار اساس شخصیت اساس است، طوری که این شخصیت بسیار شخصیت اساس است، طوری که کس سر از این کدام انتقاد کنه یک بار به حساب انفلاق میکنه و هیچ وقت همی ریجکشن یا رد شدن چیزی را قبول نداره. ای تو فکر میکنه که علا کسی باید مرا رد نکنه. از تنهایی بسیار borderline personality disorder از تنهایی بسیار میترسه و فکر میکنه کسی مرا ترک میکنه. این شخصیت گفتم که زود امرای دوستای خود چون حالت ثبات نداره زود امرای دوستای خود مسکلانه یا دوستی خود قطع میکنه. یک حالت دیگه هم در این شخصیت borderline personality disorder وجود داره یا که این حالت نسبتا خطرناک است که به نام self-destructive behavior یاد میکنن یا self-harm که شخص میخواد خود تخریب کنه. وقتی که به مرام خود به مقصد خود نمیرسم میخواد خود تخریب کنه. گفتم که برتون که از تنهایی بسیار میترسم و طوری که وقتی که فرضاً ما یک مثال ساده برتان میدم، امرای بایفرند خود دختر است یا امرای بایفرند خود بچه است، اینا اگه بایفرندش یا گرلفرندش میخوای او را ایلا بده، میخوای که یک نمایش بده که من خودکشی میکنم، میگیره بند دست خود قطع میکنه، در جای قطع میکنه یا دواره میخوره در جای قطع میکنه که دیگرها ببینن نجاتش بدن، اما این کار میکنه به خاطر که نمیخواد که همون بایفرندش یا گرلفرندش او را ایلا بده یا پارتنرش ارکی که هست یا شوهر خانم او را ایلا بده. خب گفتم که چون ترس از تنهایی دارن در درون خود بسیار خالیستن، یعنی هیچ فکر میکنن که کسی با ما توجه نمیکنه و احساسشون بسیار مثل سبک است و ستیست. خب اگر کسی فرزن از پارتنرشان یا هزبند یا وایفشان ببخشید خانم شوهر اگر اینا در خانه دیر تر بیان یا بسیار پریشان میشن و یک قهر فوق‌العاده میشن، خب اگر کسی به یک پروگرام نمی آید یا اینا کدام کسی پروگرام را تشکیل داده، اینا همی پروگرام کنسل میشه یا کدام کاری میشه که همی پروگرام نیست، در این صورت این شخص فکر میکنه سر امو آدم مندازه میکاره، میگه که به خاطر من این پروگرام کنسل کرد، امو آدم خراب است، آدم خوب نیست. خب گفتم که یک چیز دیگه که در این شخصیت وجود داره که بسیار very high expectation دارن، بسیار توقعات زیاد از مردم دارن. خب در اینجا یک نقطه رو ما میخواییم برتان بگویم که در قسمت توقعات از مردم، چی از فامیلتان، چی از خوارتان، چی از برادرتان، چی از پدر مادرتان، از هر کس از دوستتان داشته باشین، توقعاتتان بسیار پایان بیارین، حتی به صفر برسانین. خودتان هر نیکی و هر دوستی و هر محبت و هر کمکی که به دوستایتان و خویشاوندانتان کرده میتونین از دستتان ساخته است بکنین، اما شما در مقابل کاری که میکنین از کسی توقع نداشته باشین.
معلوم دار که پیش خداوند و نیکی هایتان حساب است. از این و ما این نقطه به یاد آمد به خاطر که همین شخصیتی که بار در لاین است، این بسیار توقعات عجیب و غریب از همگی کسایی که امراش ارتباط داره از اونا دارن، و اگر مو توقعاتشان از شخص برآورده نشه دفتن یا تغییر میکنن و میگن که آدم آدم خوب نیست و آدم بد است. خب اینا قهر و غضب خدا میچه کنترل کرده نمیتونن، پس هم شاید خجالت بکشن و پشیمان شوند، اما او پیش خودشان است. خب در جمله امپلسیف بیهیویر یا سلف هارم، یعنی به خود تخریب میکنن، یکی دیگه گفتم که فرزن را که بعد دست خود ببرن، و یک قسمت دیگه شکه مثلا قمار میزنن، بسیار قمار میزنن و قمار هم برد نداره، تمام زندگی خود هم میبازن و داخر هم صاحب هیچ چیز نمیشن، و یا ای که با انسیف سکس، یعنی میخوایم که با مردم مقاربت جنسی داشته باشن و بسیار رای هم نمیزنن، یعنی کدام آلت پروتکشن یا استفاده نمی کنن که اینا با مریضی های سکشل ترانسمیتد دیزیز اینا دوچار نشن. وقتی که درایف میکنن، خصوصا جوان ها در جوان ها هست یا ترک مغرور هستن، درایف میکنن بسیار رکلسلی، یعنی بی اتیاد درایف میکنن، اما دمی شخصیت هم وقتی که درایف میکنن بسیار بی اتیاد درایف میکنن. پیسه که داشته باشن، پیسه خودم بسیار مصرف میکنن و بعضا به مواد مخدر هم پناه میبرن. خب با سوسایدل بیهیویر که دارن، این سوسایدل بیهیویر این پرسنالیتی دیسوردر بسیار مهم است که مثلا گفتم که یا قطع میکنه بعد دست خوده یا قطع میکنه همی آرم خوده. خب و یا ای که چی میکنن که در این شخصیت مثلا خوده میسوزنن، یک سه دست خوده یک جای خوده قطع سگرت میسوزنن، یا دوار ویتامین ها را خوستن اینا اووردوز یا زیاد میگیرن. خب این حرکات است که میخوان که نشان بدن که اینا خودکشی میکنن. خب در این شخصیت باردرلاین 40% همی ریسک سویساید یا خودکشی در جنرال پاپولیشن زیاد است، یعنی کسایی که شخصیت داره 40% زیاده تر اینا ریسک خودکشی را دارن. خب باردرلاین کسایی که باردرلاین است 8-10% اینا خودکشی هم میکنن، و برشان بسیار سخت است که کسی اینا را ترک کنه، و برشان بسیار سخت است که چون از تنهایی میترسن و ریجکشن هم خوش ندارن که کسی اینا را بگه که نی اینمی کار نمیشه. و خوب اینا استرس دارن و اینا فکر میکنن که هیچ کس با ما کیر نمیکنه، و بعضا یک باردرلاین پرسونالیتی دیسوردر یک حالت دیسوسیشن میداشته باشه، یعنی چی که not feeling real، ما با فارسی برتون میگم یعنی detach from body، مانا چیز که یعنی خود بسیار خالی احساس میکنن، میگن من اصلا نیستم، فکر میکنم بادی خود ان بدن خود سبک احساس میکنه، یا خود یک چیز گفتم خالی احساس میکنن، میگه هیچ اصلا من آدم نیستم. اتو یک چیز borderline personality disorder در حالت استرس، در حالت explosion و در حالت که انفلاق میکنن خود احساس میکنن. خب دلیل borderline personality disorder مثل دیگه تخلل شخصیت ها ارسی هم می باشه، و کسایی که نزدیکاش مثلا خواهر و برادر و یا پدر و مادر و خاله و عمه و یایشی شخصیت دارن همی رقم هستن، اینا 5 برابر زیادتر میشه که این شخصیت باردرلاین بگیرن. باز هم سرمی می آیم که استرس دوران طفولیت، یعنی حالت های خراب دوران طفولیت این شخصیت به کلان ترا میته. مثلا اگر اطفال در خوردی خود زندگی خوب نمی داشته باشن، و یا ای که اطفال فیزیکل سیکشل یا ابیوز میشن، یا
یعنی که مثلا باز ما میگه بابا بسیار جرایم گفتیم که یه طفلک های خورده که میرخصانن و یا می سیکشل اپیوز است بچه های خورده و یایی که لطکوب میشن و یایی که از طرف والدین بهشان توجه نمیشه، مثلا چندین اولاد به دنیا میارن و به کدام اولاد برسن و از اقتصادشان خراب است و به اولادام توجه نمیشه و او تو باید بهشان محبت داده شود، محبت داده نمیشه. خب و یایی که بعضا از والدین خود دور میشن، یایی که مثلا فعلا شرایط افغانستان که همه گی کشته میشه و طفلکا کشته میشه و بعض طفلا بی پدر مادر میمانند که اینا والدین خود از دست میدن، اینا میتونن همه تو شخصیت بسازن. تداوی شخصیت پرسنالیتی دیساردر مثل دیگه شخصیت هایی که هر کدام شلایده علایده برتان گفتم، تداوی سایکوتراپیس و همچنان SSRI سیلیتون ریابتی که نبتر است و همچنان میتونه ای که کاغنیتیف بیهیویر تراپی باشه و ای امرای دپریشن و افسردگی ای شخصیت یک جای باشه. خب و یک دوام عمل است که بنامه مود استبلایزر است، چون مود از نا تغییر میکنند چند ساعت میمونند با مهارت بنامه لامو تریجن، اما چون یک خب امی دواره برای مود میتن در پرسنالتی دسار دارا و اما یک ساید افکت داره که بنامه ستیون جانسن سندروم میتونه بده که رش میتونه بده. خب ما شخصیت باردرلاین براتون تشریح کردم و حالی میاییم گفتم سه شخصیت براتون تشریح میکنم از کلاستر بی از سایکیاتری DSM-5. خب حالی میاییم به استرونیک پرسنالیتی دیساردر. خب یک شخص میگه میستری داره و زبان عام شما شاید شنیده باشین که شخص میگه که من استری دارم، خودش نمیگه، دیگران میگه که استریس یا فیک است یا دروغ میگه یا یک چیز. این شخصیت چه قسم است؟ این شخص بسیار یک شخص احساساتیست، شخص استری بسیار شخص احساساتیست و این جلب میخواه جلب توجه کنه و شخص استرینیک فکر میکنه که من بسیار مقبول هم هستم و عقد میکنه اما تو که من جلب توجه کنم و عقد میکنه که من مقبول هستم و این عقدش و این رویش و قسم سیدکتیف میباشه، یعنی اگر که زیادتر رو ببخشم که من یکه به چیزی که در کتاب نشته است من میگم کمی زیادتر شخصیت امیه استریک در خانما زیادتر است و این قسم است که اکت میکنه که مگاهی سیکسی اکت میکنه یا سیدکتیف اکت میکنه، یعنی قسم اکت میکنه که جلب توجهی طرف مقابل خود بکنه و سیکسی اکت کنه و یک لباس بسیار بپوشه که لباسی که جلب توجهی دیگران را میکنه و یا لباس لجتر بپوشه و همچنان که کوشش میکنه که سنتر اتنشن باشه، یعنی مرکز اتنشن باشه، مرکز توجه دیگرها باشه. در نفوس عمومی کمتر از 2% این شخصیت استرویک وجود داره و گفتم که زیادتر در زنها میباشه. این شخصیت هم میتونه که همراه انتی سوشیال یک جای باشه یا همراه باردرلاین یک جای باشه یا همراه شخصیت دیگه که به نام نارسیستیک پرسنالیتی دیساردر از کالی تشریح میکنم میتونه که امرای از او هم یک جای باشه. خب گاهی این شخصیت میتونه که سوماتیک سمتوم هم بده یا بعض با سوماتیک سمتوم دیساردر هم یک جای باشه، یعنی با یک مریضی که میگه این جیم درد میکنه اون جیم درد میکنه تمام جانم درد میکنه و همین طریق شکایت زیاد داره و گاهی میتونه با افسردگی یک جای باشه و گاهی هم میتونه که با دپریشن یک جای باشه و گاهی هم میتونه با کانورشن دیساردر یک جای باشه، قسمی که شخص میخواد که هر طرف برای و عملیات کنه فکر میکنه که مریض هستم و جانم جوش شده. خب کانورشن دیساردر با استرویی که یک جا می باشه. خب اعراضش قبلا هم برتان گفتم که اعراضش میخواد که مرکز توجهی همه کی باشه،
بنال ای خودش که مرکز توجه همگی می باشه، اگر کس برش توجه نکنه و به کارهایی که میکنه و گپش گوش نکنه و یا حرکاتش توجه نکنه، بسیار دفعتا دپرس میشه. و فکر میکنم این شخصیت استرویی که چقدر خودش مقبول است و همچنان به ظاهر خود بسیار متوجه است و میخواه که لباس ها بپوشه، اما لباس هایی که میپوشه شاید کم نرمال نباشه، لباس هایی که میپوشه شاید لباس هایش سیدکتیف باشه و خود آدم مقبول بگیره. این شخصیت، گفتم شخصیت استری، زود تحت تاثیر میره و چطور که یعنی با دوستی که داره و یا هر کسی که داره در زندگی یا با کسی که مواجه میشه بسیار زود اعتماد میکنه و کسی زود زیر تاثیر میره و اما با زود هم تغییر میکنه و به صورت متداوم بسیار احساساتی می باشه و این شخصیت یک حالت دیگه هم داره استری که دپندنت می باشه، یعنی به دیگران اتکا می کنه، یعنی از خود نمی دانه که مثل لیدر باشه یا ای که پیش ببره یک کار را، اما دپندنت به دیگران. مثلا اگر پارتنر داشته باشه یا ای که خوار برادرش باشه یا پرنتشی باشه، هر کی باشه با امرای افنا یک اتکا با اونا میکنه، یعنی خود به تنهایی نمیتونه که اما کار و اما چیزا را خودش شروع کنه یا اینیشیاتیف باشه. خود شخصیت استرنی که فرقش یا تشخیص تفریقیش باید امرای نارسیستیک پرسنالیتی که بعد از این برتان تشریح میکنم، امرای باردر لاین پرسنالیتی که برتان قبلا تشریح کنم در این لکچر، امرای دپندنت پرسنالیتی یک شخصیت دیگام است که او اتکا به دیگران میداشته باشه و باید همیشه کاری که میکنه از دیگران سوال کنه و خودش فکر میکنه که من این کار کده نمیتونم و امرای انکسایتی تشخیص تفریقی شود. خب در قسمت تداویش بازم میگم که مثل دیگه پرسنالیتی دیسوردر است، اما یک نقطه را اینجا من براتون یادآور میشم که سایکولوژیست در شخصیت استریک پرسنالیتی دیسوردر وقتی که فرضاً نزدشان مریض امی مریض می آید، وقتی که لباس هم لباس و اکت که میکنن یک ذره مناسب نیست، همچنان میخواه که سیدکتیو اکت کنه، یعنی کم سکسی اکت کنه و جلب توجه دیگران را کنه. از این خاطر گاهی سایکولوژیست وقتی که کوگنیتیو بیهیویر تراپی میکنه یا سایکوتراپی میکنه همین مریض متوجه میسازن، میگه مثلا اینی کاری که میکنی با بسیار حالتی که او قار نشه و خود میگه اینی کاری که میکنی مناسب نیست، یا اینی اکتی که میکنی، یا اینی گپی که میزنی، یا اینی میخوای که مرکز توجه دیگر را باشی، فرضاً اینی حالت های دیگر کمه بیتر که با وجودی که یک نکته را به اینجا بگم، کسایی که شخصیت میسازن و بسیار مشکل است که امی شخصیت های که خلل داره، بسیار مشکل است که شخصیت ها دوباره بهتر شود اگر کمک تغییر کنه، اما با دوا کم کنترل میشه که به خاطر بعض حالات که اینا را وظیفه خود پیش برده نمیتونم با دوا کنترل میشه. خب حالا میاییم به شخصیت نارسیستیک پرسونالیتی دیساردر. خب نارسیستیک پرسونالیتی دیساردر چی است؟ شخص فرق از استرینیک، استرینیک میخواه که مرکز توجه کس باشه و از تنهایی میترسه. نارسیسیک پرسنالیتی دیساردر یک شخص بسیار مغرور است، گراندیسیتی داره، بسیار مغرور است و هیچ کدام امپاتی، احساس، دلسوزی در دل خود به مقابل دیگرها، به مقابل غمشان، به مقابل خوشیشان و نداره. امی گراندیسیتی در شخصیت نارسیس است که شاید در شخصیت ترامپ برابر بیاید. خب این شخصیت تقریبا 6.2% مردم عمومی وجود داره که این شخصیت قسمی است که ضرورت داره که یک تعداد مردم از امی شخصیت نارسیس تعریف کنه که برش بگوید که تو اینی کارهایی که کردی چهار طرفش کسی باشه و برش
گفته برای که توی کارهایی که میکنی و چیزهایی که میکنی و عمکش خوب است و او شخص خود دگام بلند احساس میکنه و خود بسیار مغرور میدانه. خب این شخصیت سلف استیمش بسیار کم است، اعتماد به نفسش بسیار کم است، اما وقتی که از چهار طرف سپورت شوه و دیگرها با بارش تعریف کنه، در اون صورت اعتماد به نفسش و اعتماد به نفس با مو وقت داره و اعتماد به نفس خود یا سلف استیم خود نگاه میکنه. خب این شخصیت نارسیس دیگران را دیوالیو میکنه، یعنی دیگران را ارزش از بین میبره، دیگران را بی ارزش میسازه، هرچی که دلش شد دیگران را میگه و رای هم نمیزنه و هیچ امپاتی یا دلسوزی هم به دیگران نداره، بسیار اگه آدم مغرور میباشه. خب ای تا خودشان خوی این شخصیت علاوه که دیگران را بسیار دیوالیو میسازن میتونه که تحقیر کنه. خب این شخصیت طور فکر میکنه که خدا که من یک انسان بسیار بلند هستم و هیچ با مردم عادی من نمیتونم که من رفت آمد کنم یا گپ بزنم، ما باید با کسای امرای ما صحبت کنه و یا گپ بزنه که امرنگ خود ما باشه، به سوی ما مثلا یک سوی بالا دارم و به سوی بالا امرنگ ما خود امرنگ خود ما باشه. خب ببخشید. ایتیولوژی کوموربیدیتی یا امرا با ایم با مریضی های دیگه سایکیاتری مثل انورکسیا که مریضی است که کم میخواه بخورد بخاطر که لاغر باشه و بیاد لاغر میباشه با بعض مواد درگ یا میتونه یک جای باشه با یا امرای دپرسیف دیساردر یا افسردگی میتونه یک جا باشه. خب علاوه به ای ایتیولوژیش ایتیولوژی این شخصیت ها مثل که ارسیس و جنیتیک است و یک ایتیولوژی دیگه هم داره این شخصیت که جالب است. شخصیت همیشه در کسایی که بار بیایه که در زمان طفولیت بی حد ناز اینا به ناز و نعمت کلان شدن و ناز و نعمت کلان شدن و کسی کرگیور است چی والدین است چی کسی واره نگاه میکنن بی حد تعریفشان هم میکنن، حقیقت حقیقت نی برسن برشان میگه که تو مقبول هستی توی تو کده میتونی توی تو از حد زیاد کود شخصیت نارسیست هم میسازه و این شخصیت نارسیست فکر میکنه که من تمام امی اچیومنت داره یا تمام امی خود آلت هایی را تمام موفقیت های من موفقیت ها را دارم و موفقیت ها را به دست آورده میتونم و خود اوور استیمیت میکنه، یعنی خود میگه که او چیزی که هست او چیز که خود بسیار شخصیت نارسیست بالا میدانه و فکر میکنه که ما بسیار مقبول هستم و لیاقت ما بسیار زیاد است. خب اعتماد به نفس از این شخصیت گفتم مربوط دیگراست، اگر دیگران تعریفش کنم میگه که من اعتماد به نفس خود نگاه کرده میتونه و چهار طرف سپورتش کنم، اگر کسی انتقاد کنه بسیار فکر میکنه که تحقیر میشه و بسیار اساس است. خب خود مهم میدانه و همچنان میگه که من همراه هر کس نمیتونم که من رفت آمد کنم یا گپ بزنم، فقط با کسای طبقه بالا باشه من باید رفت آمد کنم و اگر مشکل برش ایجاد شد با دیگرها آستایل یا دشمن میشه. خود تشخیص تفریقی شخصیت نارسیست بایپولر دیسوردر است، یعنی یک حالت افسردگی و خوشی و همچنان افسردگی همچنان انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر یا شخصیت غیر اجتماعی و همچنان هیستورینیک پرسونالیتی دیسوردر که برتان تشریح و در اخیر تداوی شخصیت نارسیستان برتان میگم که همون فوکس میشه سر از این که همین کانفلیکت از این یا مشکلات از این شخص چی است که اگر راه حل داشته باشه و یا با کف زدن کمی فایده کنه. خب منتالایزیشن میشه، یعنی همین میخوان که ایموشن یا احساسات از این را کنترل کنن و
کامدن شوه می شخص از حالتی که بسیار ابسد میشه و به حالت غیر اندیالستیک یا غیر حقیقی خود یک تصور میکنه که ما ایتر هستم، ما ایتر هستم، ما ایتر هستم، در حال که همون چیزا نیست. خب اگر گفتم که با کسی کار میشه با رو دشمن فکر میکنه، این حالت ها سایکوتراپی برش میتن و تداویش امو اسسارای و مود استبلایزر و لاموتریچن و از و در حالت همینجا یک نکته را یادآور میشم که در حالت مریضی های شخصیت نباید که بنزو داده شود یا بنزودیازپین یا ترانکولایزر داده شود که هم معتاد میکنه و هم گاهی میشه که اووردوز بگیره و خوب و ای رکمند نمیشه. تداوی های سارای تداوی های دیگه رکمند میشه اما ای رکمند نمیشه. عدیب کلندی سایکوتی کم بازن پرسنالتی دی ساردر ها میتن. خوب بیندگان عزیز انشالله و تالا که خسته نباشین تا پروگرام آینده شما عزیزان و خداوند متعال میسپارم. الله یار و مددگارتان باشه.